با شب موسیقی لحظات خوش داشته باشید. با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. آنجا که سخن باز میماند موسیقی آغاز می شود. سلام، من ظفر جاوید هستم با یک برنامه، با یک هنرمند جدید. شب موسیقی است از شبکه تلویزیونی یک. شما را خوش آمدید میگم. در هر کجایی که ما را میبینین، برنامه ما را میبینین، لذت ببرین، کیف کنین همراه با همکارم آرزو نیکبین. دستای بکن. قرسک بود خیالم. بله. از ساختای کی؟ آهنگم نو است. از استاد شادکام نوابی لطف کردن
واقعاً بسیار زیاد تشکری میکنم. اگه مرا میالا میبینن از طریق تلویزیون بسیار زیاد تشکر. سلام های گرم خدا خدمت بیننده های تلویزیون یک و برنامه شب موسیقی تقدیم میکنم. امیدوار هستم که خوش و آرام باشین. تشکر. اگر گلونت خوشی کت میتونی از جنسینگ استفاده بکنی. پسان، اما پسان، جدی نشو. ایخو خالیس. آزارت دادم، بدون اجازه دیزه. اردوش خالیس. چطور غافلگیر ساختمت؟ اطمان برای جنسینگ میارم، جگر تخون نکو. بخاطر که حافظت قوی شوه. اما یک گفتنی خاص دارم برای مردم عزیز، برای دوستایی که در تالار تشریف دارن. یک هنرمند میایه میخوانه براتان که مدت هاست داخل افغانستان است، بیرون از افغانستان است، واقعا کارهای جدید هم داره و کارهای سابقی که در عرصه ویدیو داشتک نظیرش کم بوده، مقبول میخوانه، بچه بسیار با کرکتر، دوست داشتنی، هر کسی که شناخت جایزه داره. با افتخار نیکان عزیز، دستای بکن.
ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. بسیار آهنگ زیبا بود نقیب جان، بسیار زد خوش آمدین. بسیار زد تشکر. چی ساز دارین همیاله؟ بسیار عالی، بسیار خوب. در جمع برادرها و خواهرها و دستندرکاران تلویزیون شبکه یک و برنامه زیبای شب موسیقی، انشالله تمام زندگی هموطنان عزیزم زیبا باشد. در خدمت شما هستم. تشکر نیکان عزیز، صفا آوردی، لطف کردی به برنامه امشب قدم رنجه کردی. چطور از روزهای بهاریت، روزهای سال نوت، چی کارا کردی؟ کابل بودی، بیرون بودی؟ روزا پشت سر هم طبق معمول میگذرن و زندگی ادامه داره و ما هم یک آلبوم جدید برای هموطنان عزیزم، برای علاقه‌مندان هنر موسیقی تهیه کردیم با نام سیب سرخ. سیب سرخ، سیب سرخ خودش یک تحفه است واقعا، و امروز فکر میکنم آهنگ سیب سرخ هم برشان اجرا کنم. آرزو میکنم که خوششان بیاد. و هنرمند جز کارهای هنری کار دیگه نمیتونه داشته باشه. اگر درست میگم؟ 100%. به افتخار نقیب نیکان به خاطر آلبوم جدیدش. قربان کنم. خوشحال. نقیب جان، نقیب نیکان کدام آهنگ نقیب نیکان ساخت؟ خب در قدم اول یک هنرمند لطف پروردگار میباشه که او هنرمند میشه، و بعد از لطف پروردگار محبت مردم است. مردم میگن که کی هنرمند است، کی هنرمند نیست. ای که مردم مرا به صفت هنرمند خودشان قبول کرده باشن، که اینه نمیفهم منوز که منوز هنرمند هم نیستم. و فکر میکنم که آهنگ عاشقان بود. آهنگ عاشقان آهنگ قطغنی بود واقعا که خیلی گل کرد. شعرش از قاسم لاهوتی بود، قبل قاسم لاهوتی، کامپوزش از جواد جان کریمی بود. و این آهنگ ما با بعد از درخت، بعد از سالهای جنگ و بدبختی های افغانستان اجرا کردیم و قابل قبول ملت ما امون زمان و عصر قبول شده بود و فکر میکنم آهنگ عاشقان بود. بسیار خوب. نقیب جان، شما چی نظر میتین که حالا بر مظفر جان یک آهنگ بخونه؟ من بسیار خرسند میشم، در حقیقت فیض میبرم که ظفر جان یک آهنگ بخونه. با افتخار ظفر جان جاوید. سلامت باشین. تشکر.
روشن زنه در زنده باشین. ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. بیننده عزیز، بازم خوش آمدید. ظفر جان بسیار آهنگ زیبا بود، نام خدا. زنده باشین، تشکر. آهنگ فولکلور است که فرهاد جان دریا در زمانی که گروه هنری باران بود، اگر اشتباه نکرده باشم، او وقت خوانده بود، اما این پارچه مرا زیاد خوشم میامد، باز من ایره بر شما اجرا کردم. کمی او کاستی داشت، ببخشین. نیکان صاحب، من میفهم که نام خود یک تب شو خوام داری، نی؟ یک خاطر جالب یا یک فکایی، کدامش؟ یک خاطر جالب چند روز پیش برتان بگوی؟ میروانی. در یکی از برنامه ها دعوت بودیم و آدیانس اعلان کردن در مجموع نیکان می آید آهنگ جدید برتان می خواند. وقتی که ما آمدم تمام عزیزا شش تا بودن، پایین دستیم بند شد، بسیار سخت افتادن کردم. انشالله خالص. بسیار جالب بود. نه خودم خوب بودم، خودم خوب بودم. بسیار جالب. افغان که نشدین. نه خدا را خواست. خدا حفظ کرد، خدا وقت خواست نگاه میکنه. نقیب جان، وقتی که شما رو آوردین به موسیقی، کی زیادتر از فامیل شما را تشویق کردن؟ به خدا هیچ کس. هیچ کس. بله. اگر نقیب نیکان به موسیقی رو نمی آورد، یعنی موسیقی اگر عشقش نمی بود، بالاخره کدام را انتخاب میکرد؟ بولونی فروشی میکردیم. واقعا در غریبه هیچ ننگ نیست بالاخره. واقعا چی خوب سوال، چی خوب جواب. خب، از دید نقیب نیکان، نه ای مزد میخوایم پس میم سر صحبت خود شما. او جوانم یک دل بسیار پر آرزو داره و آرزوهای بسیار بلند داره. اگر امروز بشینی صحبت بکنی، بعدا متوجه میشی که آرزوهای از این جوان از ما و از دوستای ما بالاتر است. واقعا نیکان سب یک نقطه بسیار خوب اشاره کرد که خون همه ما سرخ است. اگر او پسر که بولانی مفروشه، او هم دل داره، آرزو داره، پس ما نباید بگویم که ما آوازخوان هستم، در سطح بالا هستم و او یک بولانی فروش است. واقعا کسی که از او طریق هم نان پیدا میکنه بدون اینکه دست به خون ریزی بزنه، گپ بسیار نیک است. واقعا یک پیام بسیار عالی. تشکر. اطلاعیه پوهنتون دنیا به اطلاع علاقمندان محترم عالی رسانیده می شود. پوهنتون دنیا در نظر دارد تا در سال جدید خیش آن در جوانانی که بعد از سپری نمودن کانکور در صورت دریافت نمرات عالی مصارف دوری تحصیلیشان تا درجه لیسانس از بودجه انکشافی پوهنتون دنیا پرداخت میگردن. آرزو جان سوال میخواه بکنه. نقیب جان چی میگین که حالا یک آهنگ دیگه تان رو بشنویم؟ اگر دوستان موافق باشن قدر بدارم یک کفه محکم. اما پیش ازی که نقیب نیکان بخونه، من یک سوال کوتاه میکنم. امی لباس هایت از کجا گرفته بسیار مقبول است؟ ایره خودش برام آورده. عزیزا اینا از خودم سوال میکنه که ایره از کجا آوردی؟ خودش آورده. توفی نوروزی آورده. به افتخار نیکان عزیز، دستای بلند همگی. Por favor.
ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. دوباره خوش آمدید. شب موسیقی است. حضور همه شما عزیزان در برنامه امشب سبز باد. تا آخر برنامه را دنبال کنید. آهنگا جدید، هنرمند مقبول، صدا شیرین، اما سوالام جالب. اگر شهرت بالاخره یک روز میره به طرف پایانی و نقیب نیکان بالاخره روی زبان ها نامش کم می باشه، حضورش در رسانا کم می باشه، نقیب نیکان برای آینده خود کدام را خواهد انتخاب کرد؟ خود در قدم نخست این زمان تعیین میکنه که در آینده انسان به کجا میرسه و او را جز خداوندگار هیچ بنده نمیفهمه. اما پیشبینی خودت؟ خب من پیشبینی کرده نمیتونم، چون سرنوشت و آینده تمام انسان ها وابسته به خداوندگار است. و من هم همیره میگم که ملت عزیز افغانستان مرا کم دوست داشته باشن ولی طولانی دوست داشته باشن. یعنی تا که نقیب نیکان است اگر میخوان شما باید تشویق بکنین و قدردانی بکنین. واقعا نقیب جان، ثبت آهنگای صوتی و تصویری شما را کی زیادتر این وقت کمک میکنن؟ بسیار سوال عالی. موسیقی های ما بسیاری وسایلی که باید لایف کار شود افغانستان خود ما کار میکنن، بسیار بزرگا داریم اینجا امروز الحمدلله. و در قسمت تصویرهای ما فعلا یک آهنگ جدیدی که از آلبوم سیب سرخ مردم عزیز ما دیدن و از شبکه یک هم میشه ببینن، مشعل جان یوسفی بدوش دارن. واقعا که ما جوانایی را در افغانستان داریم، اما نقیب نیکان میگه که هنر چی و هنرمند کی؟ میگن اگر هنرمند هستی یعنی یا اهل هنر هستی، پس یقینا انسان خوب و مهربان نیز هستی. پس هنر مهربانی هم داره و زیبایی هم داره و انشالله که تمام زیبایی های دنیا را خداوند در قدم افغانای خود ما بندازه انشالله. به افتخار افغانستان یک چشم. به افتخار نقیب جان میکنم سمان بود. نقیب جان چی میگین کاله؟ ظفر جان برای ما یک آهنگ بخونه. البته البته ظفر جان، ما فیض بردیم از آهنگ پیشترشان، باز دوباره میخواییم یک کیف بکنیم. به افتخار ظفر جان قربانتان. یک کیف بلند بزن. تشکر. بینای عزیز، دوستا، آهنگ را که میخوانم از مرحوم احمد ظاهر است. خداوند روحش شاد باشه.
بیشتر زدم. قربان. ادامه لحظات شیرین شب موسیقی با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها. خوش آمدین بیننده‌های عزیز تلویزیون یک و برنامه شب موسیقی. ظفر جان بسیار نام خدا مقبول خواندین. زنده باشین. شما لطف میکنین. زنده باشین. تشکر. نخیب جان، آیا شما با کدام آلات موسیقی دسترسی دارین؟ خب البته بسیار کم. خب. نه زیاد که بگویم من واقعا استاد هستم در قسمت نواختن یکی از آلات موسیقی، نه بسیار کم و فقط در خلوت هایی که با خودم میباشم. بله. خب بسیار خوب. یک خاطره جالبتون اگه بر ما بگوین از یک کنسرت یا از محفل عرسی که شما در اونجا بودین، میتونین که بر ما یک قصه جالبتون بکنین؟ خب در سیومین یا چهارمین آهنگ از آلبوم دل شرق، اولین آلبوم ما بود، ما یک شوتینگ داشتیم در دوشنبه در یک باغ بسیار بزرگ و اینجا دو سه نفر سر درخت بالا کرده بودن که وقتی که اکشن گفتن که آهنگ شروع شد ما لپسینگ بکنیم یا درخت را بشورانن بجنبانن که برگای زرد مقبول درخت باستایی وریزه و سلوموشن. وقتی که شماره گفتن که یک دو سه اکشن که موسیقی پلی شد و من با لپسینگ آغاز کردم. بی جوانایی را که گفتن شور بتین درخت، امی خاکای 20 ساله درخت سر ما ریخته. تشکر. و شوتینگ بازمان بر پاس فردا. تشکر نیکان عزیز. یک پیام کوچک از بازم بر جوانایی که میخواین بر تحصیلات عالی خود ادامه بتن. اطلاعی پوهنتون دنیا به اطلاع علاقمندان محترم تحصیلات عالی رسانیده میشود. پوهنتون دنیا در نظر دارد تا در سال جدید خیش آن در جوانانی که بعد از سپری نمودن کانکور در صورت دریافت نمرات عالی مصارف دوری تحصیلیشان تا درجه لیسانس از بودجه انکشافی پوهنتون دنیا پرداخت میگردد. اما یک کس میخوانه مقبول میخوانه. کی میخوانه دوستا؟ به افتخارش دیگه دستای بیکار. Honey.
خب دوباره خوش آمدید. نام خدا روز جان بسیار آهنگ مقبول. تشکر، زنده باشید. مقبول هم اجرا کردیم. اما پیش از گلونم خشکی کرد. جنسنگ رود. بنوشید، مزه کنید، قوی شوید، کیف کنید. خوب بود؟ نیکان عزیز، جانب. فقط کوتاه کوتاه میخوایم جواب بدی. جدی شده یک ذره نه؟ افغانستان میباشی، بیرون از افغانستان میباشی، کارهای جدید تا به حال چقدر فرق کرده؟ خب کارهای جدید روی دست داریم و او را دیگه میگذاریم به قضاوت مردم عزیزمون. کارهای جدید داریم. عرض کردم که آلبوم جدید است به نام سیب سرخ، که سیب سرخ خودش یک تحفه بهاری است، سال نوی است برای مردم نجیب افغانستان. و برای همیشه آمدیم کابل هستم. خیلی خوش آمدیم. زنده باشین. دیگه من مسافری بسیار خستیم ساخت. دیگه برای همیشه کابل هستم. به نظر من زندگی شما با زندگی ما و شما هنرمنده با مسافرها و رفت آمد دیگه پا تر یک گره خورده. گای یک کشور، گای دیگه کشور، گای افغانستان. اما به نظرم از دیگه که پا را دار دوید. جان عزیز، سفر بسیار خوب است، سفر بسیار عالی است و فکرها را میتونه متفاوت بسازه، روحیا را میتونه متفاوت، تحول میتونه ایجاد بکنه. سفر خوب است. نقیب جان، آیا شما تصمیم دارین که به ایزودیا یک کنسرت داشته باشین یا در افغانستان کلاقمندای آوازتان شما را ببینن و از آواز زیبایتان لذت ببرن؟ بسیار زود تشکر. ما کنسرت های در شروع، یعنی در مجموع میشه 9 سال پیش گفت، ما کنسرت های داشتیم بعد از جنگ هایی که در افغانستان شد، بعد از مشکلاتی که اینجا وجود داشت. اولین کنسرت ما با هنرمندای خوب تاجکستان، منیجر جان دولت، اینا آمدیم به کابل به مزار شریف و بعد از سال دیگه شان باز کنسرت داشتیم و سالای نو، نوروز در مزار شریف کنسرت ها داشتیم، برای در تاجکستان کنسرت داشتیم برای مردم اونجا بر نوروز. و حالا ما آرزومند هستم که بتانیم یک کنسرت بسیار عالی را که مردم از او بتانه فیض ببرن و از او لذت ببرن برپا بکنیم. و البته که زحمات بسیار زیاد داره کنسرت. بسیار زیاد تشکر نقیب جان. من میخوام از شما تشکری کنم که دعوت ما را قبول کردین و آمدین. متاسفانه آله در آخر برنامه رسیدیم. اگر کدام پیام دارین میتونین برای وطنهای عزیز خود همیال بگوین. پیام صلح و صفا و عشق و صمیمیت است و احترام متقابل برای تمام جوانهای افغانستان، بزرگای افغانستان. خداوند این مشکلاتی که ما دچار هستیم امروز انشاءالله که دیگه وجود نداشته باشه و این سال یک سال بسیار پر از خوشی و صفا و صمیمیت در خانواده افغانستان وجود داشته باشه. خوشی و آرزوهایی که تمام ملت افغانستان داره انشاءالله که برآورده شه. آرزوی ما جز صلح و صفا و آرامش، آمین. چیز دیگه نیست. سلام. سلام. خب. من هم به نام خود تشکر میکنم از نقیب نیکان که به برنامه امشب لبای گفت پاسخ ما را حضور یافت و تشکری میکنم از اسپانسر برنامه، از جنسنگ روت و همچنان پوهنتون دنیا و از حوصله‌مندی شما بزرگایی که در تالار تشریف داشتیم و مردم عزیزی که برنامه شب موسیقی را تا به آخر دنبال کردن. اما برنامه را با یک آهنگ زیبا، یک آهنگ کاملا شایدم که شاد باشه. آهنگ کاملا جدید است، یک آهنگ عشقی است از نقیب نیکان. تا برنامه بعد که ما دوباره آرزو نیکبین و ظفر جاوید در خدمت شما حاضر میشه با آهنگ نقیب نیکان، الله یار و مددگاره. با افتخارشان یک کف محکم بزنین. زنده باشه.
شب موسیقی دیگر با همکاری سیم کارت سلام را خریداری نموده و از همین حالا مصارف موبایلتان را کاهش دهید. سلام، انتخاب افغان ها.